دوستان عزیزم سلام، من امروز در خدمتون هستم با آموزش شیر برنج. شیر برنج یه غذای سنتی ما ایرانیان هستش که معمولا برای صبحانه و یا برای پیش غذا به عنوان شام و یا به عنوان پیش غذا سر سفره های افطاریمون استفاده میکنیم. این غذا خیلی خوشمزه و آسون تهیه میشه و خیلی هم مقوی هستش. قبل از اینکه مواد لازم برای تهیه این غذا رو خدمتون بگم، اگر ما رو سابسکرایب ندارید لطف بفرمایید دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور، و اگر دیدید که این فیلم براتون مفید بود برای دوستان دیگه‌تون هم شیر کنید. بریم ببینیم که این غذای خوشمزه به چه مواد اولیه‌ای نیاز داره. 1 لیوان برنج که من از چند ساعت قبل اونو توی آب خیس کردم. 1 لیوان شیر. مقدار 30 گرم کره. 1/4 قاشق مرباخوری نمک. و بعد برای سرو کردنش به عسل و یا شکر نیاز داریم، چون این غذا غذاییه که بایستی به صورت شیرین استفاده بشه. و 1 قاشق هم گلاب استفاده میکنیم. برای تهیه شیر برنج ابتدا برنج رو داخل یه قابلمه می‌ریزیم، بعد به مقدار زیادی بهش آب اضافه می‌کنیم. چون می‌خوایم با پختن برنج کاملا برنجمون له بشه و کاملا شکفته بشه. پس تقریبا قابلمه‌مون رو پر از آب می‌کنیم و می‌ذاریم سر گاز. خب حرارت گاز رو بسیار کم میکنیم، اجازه میدیم که برنجمون به آرومی پخته بشه و کاملا نرم بشه. شما میتونید از هر برنجی که دوست داشتید استفاده کنید. اگر برنج نیم دانه دارید خب بهتره که از اون برنج استفاده بکنید. خب عزیزان، وقتی که آب برنجا کشیده شد، برنجا رو توی قاشق نگاه کنید، بررسی کنید، ببینید که اگر که کاملا هنوز پخته نشده مجددا بهش آب اضافه کنید و بذارید که بازم بپزه. اگر دقت بفرمایید برنجای ما کاملا مغز پخت شده، ببینید کاملا وارفته شده. خب عزیزان ببینید که برنجای ما کاملا پخته شدن و شکفته شدن. نگاه کنین اصلا هیچ دونه برنجی دیگه توش مشخص نیست، تمام پخته شده. خب در این لحظه ما مقدار خیلی کمی نمک داشتیم، به برنجمون اضافه میکنیم. نمک به میزان خیلی خیلی کم نیاز داریم، چون ما قراره که این غذا رو به صورت شیرین استفاده بکنیم. اصلا نبایستی مزه نمک توی غذامون مشخص بشه. یه مقداری هم کره داشتیم، کره رو هم الان اضافه میکنیم. چرا ما اصرار داریم که برنج کاملا پخته بشه؟ چون وقتی شیر سرد رو بهش اضافه میکنیم مجددا یه مقداری برنجا سفت میشن. ما میخوایم کاملا اطمینان پیدا کنیم که برنجا کاملا پخته شده. خب حالا تو این موقعیت من شیر رو بهش آروم آروم اضافه میکنم، هم میزنم. شیر یه مقداری گرم بشه، بجوشه، ولی شلی یا سفتی این شیر برنج به سلیقه خودتون بستگی داره. بعضیا دوست دارن که خیلی شیر برنجشون رقیق باشه، بعضیا دوست دارن شیر برنج رو غلیظ‌تر بردارن. خب دیگه شیر برنج ما در این حد آماده شده و آماده سرو کردنه. شما اگر رقیق تر از این دوست دارید میتونید به شیر بیشتری اضافه کنید، اما اگر در این حد سفتیشو دوست دارید کافی. ببینید
خب عزیزان، قبل از اینکه من شیر برنجم رو سرو کنم، گاز رو خاموش میکنم و همینطور که شیر برنجم گرم هست، یه قاشق ما گلاب داشتیم، یه قاشق گلاب رو بهش اضافه میکنم که عطر و بوی گلاب در داخل این شیر برنج باقی بمونه. خب الان این شیر برنج آماده است برای سرو کردن. توصیه میکنم که حتما برای صبحانه یا برای شام زمستون و یا برای سر سفره‌های افطاریتون این غذا رو تهیه کنید. خب عزیزان، شیر برنج خوشمزه ما آماده شده. من روی این شیر برنج مقداری عسل ریختم. شما میتونید این شیر برنج خوشمزه رو با عسل، با شکر، با سیراب و یا با شیره انگور مصرف کنید. امیدوارم که شما هم این غذای خوشمزه را تو خونه درست کنید و در کنار عزیزانتون بخورید و لذت ببرید. تا برنامه آموزشی دیگه، همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.